تعداد اندکی از رای دهندگان مردد باقی ماندند. بنابراین تمرکز هر دو کمپاین حال روی ایجاد انگیزه برای رای دهندگان غیر علاقمند به رای دهی است تا رای دهند. واقعا آنچه شما میبینید افراد است که هنوز تصمیم نگرفته یا تصمیم گرفتند، ولی شما مطمئن نیستید که رای میدهند یا در مورد کاندید مورد نظر خود تصمیم جری گرفتند. حزب جمهوری خواه ناحیه آن آرندل در پاسادینای مریلند داوطلبان در حال آمادگی ها برای آوردن رای دهندگان بیشتر است. فیت لاودن هماهنگ کننده ناحیه خریده های حاوی آگهی ها را برای رهبران حوزه انتخاباتی که با خود به مراکز رای ببرند آماده کرده است. او میگوید معمولا زمانی که مردم به پای صندوق های رای می روند، گاهی اوقات حدود 30% از مردم تصمیم خود را با مقابله شدن با یک فرد مثبت در محل رای گیری که با آنها قول می دهد تغییر می دهند. روزهایی که اتاقهای بزرگ مملو از تلفونها برای زنگ زدن مردم جهت ترغیبشان به دادن رای وجود داشت گذشت. حال فیسبوک نقش بزرگتر ایفا می کند. جری کیو با جمهوری خواهان ناحیه مانتگومری می گوید که با تلفون می توان با هزاران نفر از مردم تماس گرفت، اما با فیسبوک کمپاین ها می تواند به میلیون ها تن برسد. این به ما فرصتی می بخشد تا به مردم خود انرژی بخشیم که رای بدهند، و طوری که می بینید کارساز شد، زیرا در رای گیری های مقدماتی در مریلند در روز نخستان 62% بیشتر مردم نسبت به 4 سال قبل رای دادند. در یک جلسه کمیته حزب دموکرات ویرجینیا در ناحیه آرلینگتون، شرکت کنندگان در حال ثبت نام مردم برای استقبال از رای دهندگان در مراکز رای گیری هستند. دموکرات ها روی کرده متفاوت را در روزهای پایانی انتخابات در نظر گرفتند. تلفون ها و رسانه های اجتماعی مهمند، اما دموکرات ها بدر خانه رای دهندگان در هر ناحیه و شهر تا روز سه‌شنبه که روز انتخابات است برای ثبت نام می روند. منطقه آرلینگتون نیز در تمام طول روز سه‌شنبه و دنبال کسانی که هنوز پای صندوق های رای نیامدند کار خوب انجام خواهد داد، و در روز تا ساعت 7 شام آنان در خانه های مردم خواهند رفت تا مطمئن شوند که همه بخش از این پروسه باشند. بر اساس تخمین ها رای گیری زود هنگام امسال نسبت به 4 سال قبل بیشتر بوده است. لیلما حبیب عزیزی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.